خانم و درود بر شما به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتون هستم و این دو موضوعی که مورد بحث قرار میگیره ارتباط به هیچ رسانه‌ای نداره پنج شنبه 21 شهریور هست پوزش میخوام شب جمعه است وقتتون رو زیاد نمیگیرم چون شنبه برنامه لایو رو سعی میکنم در خدمتون باشم دو موضوع هست که خیلی در موردش بحث شده چند نکته اساسی هست که باید هممون در موردش بدونیم یکیش مسئله سهر خدایاری است که میدونید مهمترین بحث شبکه های اجتماعی بوده نماد سوخته شدن آرزوهای یک نسل تعداد زیادی البته خودسوزی کردند به دلیل ستمگری نظام جمهوری اسلامی خانم خدایاری اولی نبود آخری هم نخواهد بود در ایلام تعداد بیشتری که بیشترین آمار خودسوزی های زنان رو در سراسر سر کشور داره تعداد زیادی هر روز شاید باور نکنید خودسوزی می‌کنند به دلیل ستم های روزانه ای که علیه اونها میشه ستم علیه زنان از طرف قوانین حکومتی و یا غیره ولی سهر خدایاری که به نماد سوخته شدن یک نسل تبدیل شد دو موضوع اساسی اینجا هست که مردم باید اون رو بدونند یکیش مسئله قدرت مردم شبکه های اجتماعی و کامنت های ساده شما هست جمهوری اسلامی خودشون دیگه حالا اعتراف کردند که گردان های سایبری دارن دهان از هزار نفر رو استخدام کردن بهشون پول میدن ساعتی که بیان تو همین برنامه های لایف علیه منافع مردم علیه صداهای مردم و برای حفظ نظام کامنت بگذارن به شیوه های مختلف خودشون به قول معروف تو دل مردم رو خالی کنن نسبت به امیدهای مردم منفی بافی بکنم و مسائل شک شما بهتر میتونید قدرت شبکه های اجتماعی و نارضایتی مردم تا حدی بود که جمهوری اسلامی به میزانی ترسید که سایبری های نظام اول گفتن که همچین شخصیتی وجود نداشته انکار کردند و مهمتر از همه حیدر علی خدایاری از اعضای سابق سپاه پنج سال در جبهه بوده و فردی ولایت مدار که نمونه این افراد بسیار زیاد هستند دختران سپاهی، دختران افراد وابسته به جمهوری اسلامی که در حال حاضر مخالفین هستند جز مخالفین اصلی نظام هستند این نوید آزادی رو میده خیلی مهم است. دیگه اینها جاپایی ندارند برای نسلهای بعدی که بخوان بگن ما میمونیم نظام رفتنی هستی که از مهمترین دلایلش همین هست که باور به جمهوری اسلامی به مبانی که خودشون تعریف کردن داره به طور کلی از بین میره سهر خدایاری از یک خونواده کاملا حزب اللهی اومده فامیل هاشون با ما تماس گرفتن دلیل تماسشون به گفته خودشون این بود که دیدند این دروغ بزرگ پخش شد که سهر لحاظ روانی مشکل داشته همه بستگان خانم خدایاری این رو تکسیب کردند خانم بسیار بسیار باهوشی بوده ولی دو تا خواهر بزرگترش همسران آخوندهای حکومتی هستند آخوند سفری آخوند کیانی در قوم که گرچه اینهای خونواده بختیاری هستند ولی دوماداشون آخوند پدر حزب اللهی از دو طرف خونواده افراد حزب اللهی ولی نسل جدید همه مخالف نظام جمهوری اسلامی برخلاف دروغایی که امپراتوری دروغ در 23 گفتن که اصلا بهش حکم ندادند دروغ چنان فاش شد که خود آقای متحری علی متحری مجبور شد بیاد بگه بله بهش ابلاغ کرده بودند حالا اسمش رو گذاشتن فرد غیر مسئول به شش ماه حکم دادن مسئله فقط خودسوزی یک فرد نیست خشم یک جامعه است علیه یک نظام استبدادی و یک نظامی که به سرعت خوشبختانه رو به پایان هست و داره نزدیک میشه به اینکه مردم این نظام رو تغییر بدند تغییراتی که دست ترامپ دست اروپا دست هیچ کسی نیست در مورد مذاکره من صحبت میکنم که چه خبر هست اجازه بدید تا اینکه دوستان بیشتر بشن این بحث رو خیلی کوتاه ادامه بدم دوستان یکی از مهمترین مسائل در مورد سهر خدایاری واکنش گستردی مردم بود و حتی سلبریتی های مردمی خیلی ها وارد میدان شدند ببینید جمهوری اسلامی چقدر ترسیده که مثلا خانم سبا کمالی یه متن رو گذاشت متن بسیار زیبایی حمایت کرد بلافاصله بهش زنگ زدن تهدیدش کردن باید برداری متهمش کردن به توهین به امام حسین ترفندهای گذشته برای اینکه پستش رو برداره بعد افراد فحاش و سایبری بهش بد و بیراه بگن ناچارش بکنن که پست رو تغییر بده و خانم سمان پاکدل هنرمند مردمی دیگری که البته هنرمندان دیگری هم حمایت کردن شاید من همه رو ندیدم در برنامه لایت بسیار زیبا صحبت کرد نکته اساسی این هست زمانی که اطلاعاتی ها، معموران خامنه ای سلبریتی های مردمی رو به دلیل موزه گیری بسیار خوبشون تحت حمله قرار میدند وظیفه تک تک مردم هست که از اونها حمایت بکنند. حمایت در کامنت حمایت با پخش یا باز پخش مواضع اونها اگر پست رو برداشتن مطمئن باشید که تحت فشار قرار گرفتند و در این صورت نوبت ما مردم هست که حمایت بکنیم از همه اینها این باعث میشه که دلگرمی داشته باشن از پیوستن به مردم پشیمون نشن از ادامه راه خودشون سرباز نزنن و الگو بشن برای بقیه سلبریتی های مردمی خیلی ها تحت فشارن دست کم ما 22 سه نفر رو خبر داریم از هنرمندان عرصه های مختلف که تحت فشار قرار گرفتن احزار شدن تهدید شدن به دادگاهی شدن بهشون گفتن اگر رسانی بشه چیکار خواهیم کرد وظیفه ما مردم هست که این عملیات روانی علیه افراد تأثیر گذار و مردمی در جامعه رو خونسا بکنیم با حمایت خودمون ترس اینها ببینید چقدر زیاد هست که هر روز از طریقی میخوان حقیقت خودسوزی یک دختر جوان رو برعکس جلوه بدن به مردم طور دیگری نشون بدن و بگن که همه چی خوب بوده این یک موضوع عادی بوده این به لحاظ روانی مشکل داشته چی و چی خب در حال حاضر وظیفه چی هست؟ دوستان خیلی ها گفتن در مورد نرفتن به استادیوم ها سلبریتی ها فوتبالیست های معروف که بسیار بجاست کمترین کاری که باید بشه نرفتن به تماشای بازی فوتباله ولی کافی نیست بسیار بسیار بجاست قبل از هر بازی فوتبال مردم دوستداران فوتبال بقیه مردم آزادی افراد میهنی برن و مقابل درب استادیوم گل بگذارن و شم روشن کنند. این یک اقدام نمادین هست برای حمایت از همه افرادی که به عناوین مختلف توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و یا در نتیجه سیاست جمهوری اسلامی وادار به خودکشی و وادار به ترک کشور وادار به هر کاری شدند دستگیر شدند زندانی شدند شکنجه شدند در حال حاضر وظیفه ما این هست که موضع گیری بکنیم وظیفه ما این هست که بی تفاوت نباشیم نسبت به این مسائل بی تفاوت نباشیم نسبت به این ستم ها خیلی انتقاد کردن بارها از ما ما رهبر نداریم ما ترامپ نذاشت نمیذاره فلان اگر آمریکا بزنه این خواهد شد اگر فلان این دوستان اجازه بدید ما هم از این تیف از افراد انتقاد بکنیم که مثلا اسماعیل بخشی یکی از رهبران کارگری دستگیر شد شما چه کار کردید چه حمایتی به عمل آوردید از خودتون سوال کنید برای آزادی کشور برای حمایت از زندانیان برای حمایت از مبارزین برای حمایت از رهبران مبارزین چه کار کردید چهارده نفری که یک به یک دستگیر شدند بیانیه تاریخی که اینها نوشتند شما چه کار کردید به زیر سوال بردن این که چرا چهارده هستن پونزده نیستن هیفده نیستن هیچ اینها بحث های انحرافی و نادرست هست. یک تعداد افراد حقیقی با چهره های خودشون اومدن گفتن میخوایم رهبر جمهوری اسلامی کنارگیری بکنه عبور از جمهوری اسلامی انجام بشه یک نظام دموکراتیک با رأی مردم انتخاب بشه که این خواسته همه آزادی خواهان هم هست و هیچ توجیهی برای عدم حمایت نداره پس این انتقاد به شما هم وارد هست که مدام سعی می کنید که منتقد باشید اون دسته از افرادی که سعی می انتقاد بکنن نه همه اما مسئله مذاکره داستان مذاکره که یه روز مذاکره هست یه روز نیست بحثش میشه معمولا امپراتوری دروغ رسانه جمهوری اسلامی صدا سیما داره سعی میکنه که از کوچکترین مسئله استفاده بکنه برای غارت اموال مردم برای تقویت وضعیت بسیار بد جمهوری اسلامی ضعف مفرد و روزافزونی که باش مواجه شدن حالت ویژه‌ای که درش گیر افتادن اسرائیل از یک طرف هر روز اینها رو میزنه شکار میکنه افراد سپاهی رو هیچ کسی صداش در نمیاد از یک طرف برای اینکه برن مثلا مقتدا صدر رو که در عراق جزء روحانیون منتقد علی خامنه ای هست فردی که در یوتیوب هست اگر برید ببینید اگر نه خود ما میتونیم بگذاریم که میگه من رفتم آقای خامنه ای رو دیدم بهش گفتم که در امور عراق دخالت نکنید که این باعث شد بسیاری در موردش بعد بنویسن بگن به آل سعود نزدیک شده به کجا و کجا حاضر شدن یک میلیارد دلار از پول مردم ایران رو به صائرون به آقای صدر بدن که فقط از اینها حمایت بکنه یعنی این اوج ضعف هست که شما بخواید افراد مختلف مخالف خودتون رو از هر طریقی با, خ... با پول با تطمیع چون نمیتونن با زور این کار رو بکنن به طرف خودشون بکشونن و طوری نشون میدن که همه زیر بال جمهوری اسلامی هستن با چه بهایی از جیب مردم ایران چند موضوع رو خیلی کوتاه بگم یکیش این که جان بوتون عوض شد چهارمین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تغییر کرد توسط آقای ترامپ در دو سال از مدت, مدت, ها قبل بحث اختلاف بود در واشنگتن پست در نیویورک تایمز در رسانه های معتبر امریکایی حتی با آقای پنس هم مایک پنس هم بحث اختلاف هست با آقای ترامپ یعنی با معاون خودش چند موضوع رو همه لازمه بدونن یکیش این که آمریکا ترامپ فردی هست که تمام سعی خودش رو میکنه به مسئله که گفته برسه یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا میخوان مواردی مثلا غنیسازی اورانیوم فعالیت های موشکی و دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه و الی آخر اینها به پایان برسه اگر این اتفاق بیفته با فشار روز افسولی که بهش وارد کردن به جمهوری اسلامی اینها به توافق میرسن جمهوری اسلامی دندوناش رو میکشن منافع خودشون رو تأمین میکنن از جمهوری اسلامی و کاری بهش ندارن خیلی ساده است همه این رو بدونن در این بین در مورد فرانسه صحبت شد از 107 میلیارد دلار پول نفت ایران که در بانک های مختلف اروپایی و کانادا و کشورهای مختلف هست حتی کشورهای حوزه خلیج فارس عربی از این 107 میلیارد که بلوکه شده و اجازه نمیدن که تکون بخوره فرانسه اومده ترهی رو گذاشته که 15 میلیاردش رو در خود اروپا برای جمهوری اسلامی خرج کنه نه اینکه بهش بدن وارد بکنه به عنوان یک مشوق که خب فرانسه منافع خودش رو داره مسئله توتال شرکت نفتیشون و ماشین سازی فرانسه الی آخر یعنی هر کشوری داره به فکر منافع خودش هست امریکا هم در این بین بسیار زیرکانه داره منافع خودش رو تعقیب میکنه با سراحت خدمتون عرض بکنم هیچ کشوری در فکر آزادی مردم ایران نیست اگر ما خبری رو پخش میکنیم که اومدن بزنن یا زدن اسرائیل زد فلان این خبره و ما باید به مردم بگیم چه اتفاقی افتاده ولی اگر کسی فکر میکنه که وظیفه یک مثلا رئیس جمهور آمریکاست که بیاد در فکر مردم ایران باشه اونها رو آزاد بکنه وظیفه آزادی مردم ایران رو داره سخت در اشتباهه بارها گفتیم آزادی ایران وظیفه مردم ایران است امروز جمهوری اسلامی مقاومت بکنه بالاخره دست اینا رو خواهد بوسید مسئله چون نتیجه کار هست و حاضر خواهد شد که مذاکره بکنه توافق هم بشه طبق خواست آمریکا اگر نشه وضعیت بدتر میشه فشارها بیشتر میشه فشارها افزایش پیدا میکنه و تا زمانی که فشارها هم افزایش پیدا بکنه خب ما در یک جهت هستیم ولی منافعمون از هم جدا شد کاملا دیگه موضوع فرق خواهد کرد در حال حاضر هیچ توافقی نشده ولی تلاش زیادی از طرف فرانسه از طرف لابی های جمهوری اسلامی هست برای مذاکره مشوق های زیادی برای ترامپ که ما مثلا از این مقدار پولی که ممکنه ایران داشته باشه اینقدر رو به امریکا بدیم برای اینکه جمهوری اسلامی حاضر هست هر کاری بکنه برای بقا خود، بقای خودش شک نکنید که برخلاف ادعای آقای خامنی بقیه آخوندها اینها هیچ وقت نمیان منتظر باشن تا رژیم سقوط بکنه برای اینکه نمیخوان مذاکره بکنن اینها حرفیه که به مردم میزنن در باطن کاملا برعکس هست خبر همیشه خبرهایی که پخش میشه در رسانه های جهانی 20 تا 15 تا 20 درصد واقعیات هست 80 درصد واقعیات هیچ وقت رسانه نمیشه هیچ وقت هم گفته نمیشه در این بین ترامپ فردی نیست که به شکست خودش به عقب نشینی به زیان خودش بخواد مثلا به جمهوری اسلامی آوانس بده مگر اینکه منافع بسیار زیادی رو در اون ببینه و امتیاز بسیار زیادی رو از جمهوری اسلامی گرفته باشه در هر دو صورت این بحث بین ایران و آمریکا بحثی نیست که مردم ایران بخوان از اون نمد کلاهی برای خودشون بدوزن ما استفاده میکنیم تا زمانی که فشار حد اکثری هست ولی هدف ما هدف دیگری هست دوستان ما باید با تمام قدرت فشار حد اکثری بر نظام رو افزایش بدیم فشار مردم فشار حد اکثری مردم بر نظام باید افزایش پیدا بکنه کوچکترین واکنشی که شما دیدید در چند روز گذشته که هنوز به تظاهرات تبدیل نشده چقدر ترسیدن چقدر دروغ پردازی کردن چقدر اومدن در رسانه هاشون فرافکنی کردن برای اینکه یک دختر جوان که خودسوزی کرده خشم مردم رو برانگیخته شما فکر بکنید که کشور در شرایطی هست که کوچکترین جرقی میتونه یک سیل عظیم علیه نظام رو به راه بندازه ما باید سیاست فشار حد اکثری خودمون رو افزایش بدیم مسئله مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا مسئله هست که به منافع آمریکا بستگی داره آخوندها شک نکنید آخوندهایی که خزر رو فروختن بخشای از خلیج فارس رو فروختن خیلی راحت حاضرن پول زیادی هم بدن که آمریکا فقط اجازه بده که آبروشون نره منافع امریکا رو هم تعمیم بکنن فقط بر سر قدرت باقی بمونن پس این انتقاد به افرادی هست که شب و روز میان میگن ترامپ خراب کرد مگر قرار بوده ترامپ به شما آزادی بده کجا در کجای دو سال گذشته ترامپ اومده گفته من مردم ایران رو آزاد خواهم کرد کی گفته من جمهوری اسلامی رو ساقط خواهم کرد تغییر رفتار جمهوری اسلامی بوده مسئله سقوط جمهوری اسلامی وظیفه ماست به همین دلیل این مسئله به هیچ عنوان نباید باعث خدشدار شدن تلاش همه مردم برای فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی باشه ما سیاست فشار حد اکثری رو باید گسترش بدیم راهکارهایی هر بار اعلام میشه و افزایش پیدا میکنه گروه در داخل کشور تشکیل شده همه مخفیانه ها. که اگر لازم باشه دست به عملیات عملی هم خواهند زد به موقع و سر بزنگاه واقعی پس بنابراین دوستان به رسانه هایی که سعی میکنن به شما بگن که بشینید خون هاتون ما کاری نمیتونیم انجام بدیم باید امریکا یا کشورهای اروپایی خودشون ما رو آزاد کنن اونها مگه کاری انجام بدن ما نمیتونیم گوش ندید تحت هیچ عنوان همین رو الگو قرار بدید که در دو سه روز گذشته نظام چقدر ترسید از واکنش مردم نسبت به سحر خدایاری که مسئول مستقیمش خود خامنه ای هست امیدوارم همه به این مسئله مهم توجه کنید و تحت هیچ شرایط امید خودتون رو برای آزادی از دست ندید آزادی بها میخواد و این بها رو ما باید بپردازیم نه هیچ کشور دیگری پاینده باشید